مرحله اول رزمایش بیت المقدس با نام نامی حیدر کرار امروز در منطقه آران و بیدگل و منطقه عمومی کاشان اجرا شد. هدف ما از اجرای این رزمایش این بود که بتوانیم پشتیبانی های نیروهای تکبر دشمن رو هدف قرار بدیم، احتیاط های او رو هدف قرار بدیم. در این رزمایش انواع موشک های نازعات شرکت داشتند، موشک هایی که با همکاری صنعت هم بردشون ارتقا پیدا کرده، هم دقت خوبی رو دارن و هم قدرت تخریب بالایی رو دارن. این موشک ها ارزیابی شدن، به حمدالله قابلیت های خوبی داشتن. یگان ها رو ارزیابی کردیم، قابلیت کارکنان ما بسیار خوب بود در گرفتن دستور، روانه کردن موشک و شلیک گلوله مرحله بسیار کوتاه و زمان کوتاهی رو صرف کردن. ارزیابی کلی من از این رزمایش این بود که ما به سطح قابل قبولی از آمادگی‌های رزمی و دفاعی در حوزه دفاع زمینی رسیدیم و می‌توانیم پاسخگوی مأموریت‌ها در حوزه رزم ناهمتراز باشیم. فردا مرحله دوم و اصلی رزمایش بیت المقدس 26 در منطقه نصرآباد اصفهان با حضور یگانهای پیاده، مکانیزه، توپخانه، زرهی، هوانیروز و جنگنده های نیروی هوایی برگزار می شود. فردا چندین مرحله عملیات رو و رزمایش رو ما با هم داریم که ابتدا پدافند هستش، تک محدود روزانه هست، عملیات ضد هلیپور و چند مرحله دیگه انشالله فردا انجام خواهد شد. تلاش ما در رزمایش، مرحله دوم رزمایش بیت المقدس این هستش که بتوانیم ترکیب رسته ها رو در رزمایش نشان بدیم و به مورد اجرا بگذاریم. همونطور که مستحضر هستید چندین سیستم باید با هم همکاری داشته باشن تا یک رزمایش شکل عینی و عملی به خودش بگیره، یعنی هم رسته های پیاده، توپخانه، زرهی، پهباد، شیمیمه، همین ها باید همکاری و هماهنگی داشته باشن که تلاش ما این هستش که فردا بتونیم این هماهنگی رو نشان بدیم. ضمن این که یک کلاس آموزش مبتنی بر عمل بسیار بزرگی برای دوره‌های عالیمون هست.